سلام به همه شما همراهان عزیز روی خط، در خدمتون هستیم با نگاهی به تازه ترین مقالات و تحلیل های رسانه های مقاومت. 17 آبان ماه بود که روحانی دوباره در ادامه موضوع بحران کرونا به صحنه اومد و اظهاراتی کرد که دو نکته قابل توجه در اون بود. سایت مجاهد در سخن روز به این نکات و هدف روحانی شیاد پرداخته. چشم‌انداز شکست اتحاد کرونا و ولایت. اگر به صحبت های روحانی دقت بکنیم، در این فرافکنی وقیحانه روحانی اولا تلاش داشت که در حالی که همه کارگزاران رژیم و کادر بهداشت و درمان رژیم روی موضوع قرنطینه و محدودیت‌ها تاکید می‌کنند، اون رو دور بزنه و عملا با تاکید روی اینکه تمام تلاش ما این است که تولید متوقف نشود، با تعطیلی و قرنطینه مخالفت کرد. از طرف دیگه با فرافکنی رذیلانه مردم رو مقصر کرونا جلوه داد و گفت که مردم باید یاری کنند، مشکلی که با آن مواجه هستیم اجتماعات خانوادگی و دور همی هاست. اما واقعیت اینه که مقصر اصلی خود رژیم هست و خودش هم توان پنهان کردن این موضوع رو نداره. در ادامه می‌بینیم که روحانی بدون اینکه مثل قبلا شرایط رو عادی جلوه بده یا اینکه وعده بده که از این بحران عبور می‌کنیم، اعتراف کرد که با مراعات نکردن ممکنه شرایط خیلی سخت‌تر از این هم پیش بیاد و بعد هم برای اینکه تقصیر رو بیش از قبل گردن مردم بندازه گفت فقط بحث حقوق شهروندی نیست، بلکه مسئولیت شهروندی هم داریم و این مقابله ها و جلوگیری ها باید توسط مردم انجام بشه. و بعد هم برای توجیه کردن اقدامات سرکوبگرانه گفت برای عبور از شرایط کرونا دولت نیازمند حمایت نیروهای مسلح، بسیج، هیئت ها و مساجد هست تا به این ترتیب بتونه زمینه رو برای سرکوب و حضور سپاه و نیروهای سرکوبگر رژیم در سطح جامعه و میلیتاریزه کردن جامعه زمینه سازی بکنه و راه رو باز بکنه. اما در نهایت به نظر میرسه که علیرغم اینکه با اوجگیری کرونا شاهد تشدید سرکوب هستیم، اما رژیم نتونسته اهداف خودش رو برای استفاده از کرونا برای توقف دادن به اعتراضات مردم و نارضایتی جامعه پیش ببره و از اون استفاده بکنه. سایت مجاهد در مقاله دیگه تحت عنوان راه اندازی قرارگاه سرکوب به بهانه مبارزه با کرونا و گرانی به این ترفند رژیم پرداخته. چند روز قبل بود که خامنه ای در 13 آبان ماه در تلویزیون با سخنرانی که کرد روی سه موضوع تاکید کرد. یکی امنیت و فرهنگ و همین موضوع اقتصاد که در واقع با تاکید روی این سه موضوع تلاش داشت که راه حل رو در راه اندازی قرارگاه های مختلف راه بندازه. کسی هم پاسخ نمیده که چطور با نیروهای سرکوبگر و بسیج میخوان با کرونا و گرانی و به قول خودشون برای فرهنگ سازی اقدام بکنن و مؤثر باشن. اما واقعیت اینه که در پشت پرده تشکیل قرارگاه ها اصلا موضوع امنیت یا اقتصاد یا کرونا نیست، بلکه بیش از هر چیز ترس رژیم هست از اعتراضات مردمی و تلاش داره که با ایجاد جبر و وحشت در جامعه مانع از شکل گیری اعتراضات بشه. و در پایین همین مقاله نتیجه گیری میکنه که ویروس بزرگتر برای مردم ایران از ویروس کرونا ویروس ولایت هست و سیاست های کثیف و ضد انسانی حکومت آخوندها. اما یکی از چیزهایی که رژیم از اون به شدت میترسه و خودش هم بارها اذعان کرده موضوع گرانی و فقر هست که زمینه ساز اعتراضات و نارضایتی های اجتماعی میشه. سایت ایران آزادی در مقاله ایران خیزش عمومی برای به دست آوردن نان به این موضوع پرداخته که در رسانه های بین المللی مثل سایت فری ریپابلیک آمریکا هم منتشر شده و هشدار داده نسبت به اینکه در حالی که نان به عنوان اصلی ترین غذای اکثر مردم ایران هست، در بسیاری از شهرها با کمبود نان و گرانی روبرو هستیم و همین میتونه زمینه ساز اعتراضات و نارضایتی مردم باشه. در این مقاله ابتدا نگاهی داره به علت گرانی نان و کمبود آرد و نان و همینطور خبرگزاری رژیم که به این موضوع پرداخته و اون رو بازتاب داده، اظهارات مقامات رسمی در این مورد و اعتراضات و نارضایتی مردم در سالگرد قیام آبان ماه. اما پاسخ رژیم به همین فقر و گرانی و مشکلاتی که مردم دارن مثل همیشه سرکوب بوده. طی روزهای اخیر شاهد اعتراضات گسترده کارگران نشکر هفت‌تپه بودیم که ابتدا به بازداشت نمایندگان کارگران اعتراض کردند و حالا هم شاهد این هستیم که رژیم 15 نفر از این کارگران رو اخراج کرده. سایت همبستگی ملی در مقاله‌ای با عنوان زندان و اخراج کارگران به عوض درمان دردها به این موضوع خبر داده که پرداخته که رژیم چرا این کارگران رو بدون هیچ دلیل و قانونی اخراج کرده و بعد هم این که در شرایطی که از طرف کرونا هست و از طرف دیگه
فقر و گرانی و مردم بیش از قبل به کار و پول و تامین هزینه هاشون نیاز دارن. رژیم علاوه بر فشارهایی که به کارگران میاره، حالا هم تعداد زیادی رو اخراج کرده. پیامدهای این موضوع در جامعه چه چیزی میتونه باشه؟ طی سالهای اخیر رژیم خیلی تلاش کرده که با سانسور و اختناق فضای جامعه رو بسته نگه داره، اما با هر موضوعی که پیش میاد و اظهار نظرهای مردم به خصوص در سطح جامعه و همینطور در فضای مجازی میبینیم که اتفاقا مردم ایران بسیار آگاه و سیاسی هستند و نسبت تحولات در جریان اونها هستند. سایت مجاهد در مقاله سیاسی شدن جامعه ایران، مکافات اتودینامیک دیکتاتوری آخوندی به علتهای این موضوع پرداخته. ابتدا نگاهی داره به اینکه ویژگی قابل توجه جامعه ایران در حال حاضر چی هست و علیرغم اینکه در یک سلطه دیکتاتوری مذهبی بودند، اما تا این حد آگاه هستند. در ادامه نگاهی داره به دو خصلت دیکتاتوری آخوندی، که یکی اینکه همه باید به ولی فقیه گردن بنهند و از طرف دیگه اینکه هیچ صدا، فعالیت و حضور مخالفی نباید وجود داشته باشه و تحمل نمیشه و تحت عنوان مخالفت با خدا سرکوب میشه. و در ادامه اینکه همه این موضوعات اتفاقا در تاثیر متقابل خودش در سطح جامعه باعث شده که مردم به خوبی ریشه همه دردهای خودشون رو در حکومت آخوندی بدونن و با یک جامعه سیاسی و آگاه روبرو باشیم و تاثیرات اون در روند تحولات، که در ادامه مقاله به این موضوع پرداخته. اما حراس رژیم از آگاهی مردم رو در حراس اون از فضای مجازی بارها در نمونه‌های مختلف اون دیدیم. حالا یک بار دیگه کیهان خامنه‌ای از اینستاگرام شکایت می‌کنه. سایت مجاهد در مقاله کیهان خامنه‌ای و جیغ بنفش از دست اینستاگرام به این موضوع پرداخته. هرچند که رژیم اولین بار نیست که از شبکه‌های اجتماعی میناله و آه و فغان سر میده، اما این بار کیهان گفته که متاسفانه بعضی از خانواده‌ها خودشون باعث ورود فرزندانشون به محیط‌های پرخطر میشن و علت این هشدار رو زندگی‌های لاکچری و مدلینگ و تبلیغ اینجور چیزها در فضای مجازی دونسته. اما تا جایی که به مردم ایران برمیگرده، اتفاقا کسانی که زندگی‌های لاکچری خودشون رو در اینستاگرام نمایش میدن یا ترویج و تبلیغ مدلینگ و چیزهای مدلی میکنن، خود انگلزاده های رژیم هستند، نه اکثریت عامه مردم. و اینجاست که میفهمیم نگرانی اصلی روزنامه بیت ولایت نه تنها این موضوعات نیست، بلکه بیش از هر چیز حراسشون از آگاهی مردم، اعتراضات و نقش مقاومت ایران روی مردم هست. چرا که در جای دیگه میگه موضوع اصلی روح حاکم بر این فضا و هدایت هدفمند اون از سوی کسانی است که نه از روی خیرخواهی بلکه با هدف بهره برداری خاص این موضوع رو در دست دارن و بعد هم به مخالفت ها با پاسدار قاسم سلیمانی و حذف حساب های مهره های رژیم از اینستاگرام اشاره کرده، که در ادامه هم به همین موضوع پرداخته و تاثیرگذاری فضای مجازی روی اعتراضات جامعه و همینطور ناکارآمدی فیلترینگ و سانسور توسط رژیم آخوندی، که حتی خود رژیم هم اعتراف کرده که باید پذیرفته بشه که دیگر این کنترل ها جواب نخواهد داشت و به نتیجه معکوس منجر خواهد شد. در آخرین مقاله امروز می‌پردازیم به مقاله ترس روزافزون خامنه‌ای و روحانی از قیام، که در سایت مجاهد منتشر شده. در این مقاله نگاهی داره به جلسه‌ای که خامنه‌ای با اعضای ستاد کرونا برگزار کرد در شرایطی که شاهد افزایش سرسام‌آور قربانیان کرونا هستیم، و ابتدا نگاهی داره به آمار و ارقامی که اشاره شده به در این جلسه و با صبح های بعد از اون راجع به قربانیان کرونا و ابتلا به اون، و همینطور وعده های خامنه ای که گفت پایگاه های اصلی مقاومت رو برای بررسی به موضوع کرونا آماده میکنیم و بعد هم بسیج گشت خانه به خانه برای پیدا کردن قربانیان کرونا و موضوعات وعده های اینچنینی، و بعد هم نگاهی داره به آمار و ارقامی که خود کارشناس های بهداشتی و رسانه های رژیم و مراجع بهداشتی اون در رابطه با گسترش کرونا دادن، و اینکه خود یکی از اعضای ستاد کرونا تاکید کرده که این محدودیت‌های ناچیز تاثیر نخواهد داشت، و برای اینکه بخوایم روی تهران و کاهش کرونا در اون تاثیر بذاریم باید حداقل 2 هفته محدودیت ایجاد بکنیم و کمتر از اون هیچ تاثیر نداره. و سوالی که مطرح میشه اینه که چرا روحانی و خامنه‌ای حتی به حرف کارشناس‌های ستادی خودشون تشکیل دادن هم گوش نمیدن و این محدودیت‌ها رو اعمال نمی‌کنن. اینجاست که این حقیقت روشن میشه که موضوع کرونا در حکومت آخوندی، حتی همونطور که عباس عبدی که از مهرهای وابسته به رژیم هم اعلام کرده، موضوع بهداشتی و درمانی نیست، بلکه یک موضوع سیاسی و اجتماعی هست، و این اقداماتی که رژیم انجام میده در واقع
قرارگاهی هست برای تشکیل که تشکیل شده برای مقابله با قیام و خیزش مردم نه با کرونا، وگرنه از نظر رژیم همونطور که خودش هم قبلا گفت از ابتدا کرونا میتونه نعمت باشه و وقتی که با دیکتاتوری ولایت فقیه روبرو هستیم، موضوع بهداشت و درمان مردم هم دقیقاً با موضوع سیاست و جامعه پیوند میخوره و رژیم در حراس از قیام مردم برای بقای خودش حاضر اینطور مردم رو قربانی بکنه و کشتار کنه و براش هم اهمیتی نداشته باشه. اما در ادامه مقاله این نتیجه گیری شده که واقعیت اینه که استراتژی کلان تلفات کرونایی برای رژیم به بنبست رسیده و از این به بعد شاهد خواهیم بود که این سیاست روی سر خود رژیم خراب میشه. امیدوارم که گزارش امروز مورد توجه شما قرار گرفته باشه. تا فرصت دیگه همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم. موفق باشین و سر بلند.